به نام خدا. بزرگی گفته تمام انسان‌ها از رذیلت‌هایی عبور کرده‌اند تا به فضیلت‌هایی رسیدند. بر فرض که این گفته درست باشد، شاید ساده‌ترین مثالش آن باشد که فردی اختلاسی چند میلیاردی می‌کند، بعد می‌شود یک آدم نیکوکار مدرسه ساز، یا یک رسانه‌ای را اندازی می‌کند و از حقوق بشر دفاع می‌کند. ولی مثال‌های عمیق‌تری هم وجود دارد. اگر شما ویدئوی یک زایمان طبیعی را به کودکی نشان دهید، هر چقدر هم کنجکاو باشد باز مشمئز می شود. حضرت علی علیه السلام جمله ای دارد قریب به این مضمون که دنیای شما چه جایی است که بزرگترین لذتش سکسی است که از ناحیه عورت است، یعنی جای زشتی که باید پوشیده باشد. و تمام روحانیون و اساتید اخلاق کوشیدند و می کوشند تا این رذیلت ها را در قالب هایی تعریف کنند که تبدیل به فضیلت شوند. در هزاره سوم، یعنی عصری که یک پروانه ممکن است یک پهباد باشد، به نظر می رسد منطقی ترین فرهنگ اصول اخلاقی اروپای اسکاندیناوی است، که البته آن هم می تواند جای اصلاح داشته باشد. مثلا در اروپا حریم خصوصی بسیار مقدس است و آنجا جایی است که هر فردی آن چیزی را که می تواند از عموم پوشیده نگاه دارد می تواند محفوظ نگاه دارد. برای ما شیطنت های کودکان طبیعی و قابل درک است، ولی انتظاری که جامعه از یک انسان 40 ساله دارد نوعی معنویت و رفتاری توأم با کرامت است. جنگ 8 ساله‌ای که به ایران تحمیل شد رذیلت دشمنان، ولی دفاع مقدس ملت ایران فضیلتی بزرگ. ضمن گرامی داشته هفته دفاع مقدس، آرزو می کنیم و دعا می کنیم تا جنگ نابرابر فلسطین و لبنان با صهیونیست ها هر چه زودتر به نفع صلح و انسانیت به پایان برسد. تا درودی دیگر، بدرود.